بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بینندگان گرامی، ساعت 23 دقیقه و با چند خبر همراه شما هستیم. تکذیب تیراندازی ماموران مرزبانی ایران به اتباع افغانستانی در مرز کلگان سراوان. اتباع مجاز افغانستانی مقیم سراوان از زندگی خود در این شهر گفتند. یک هفته قبل خبری در فضای مجازی منتشر شد. خبر حکایت از حادثه‌ای تلخ داشت، حادثه‌ای که در خاک کشور پاکستان اتفاق افتاده بود. این برار ما به کلکان، ما مرز کلکان کمین خوردیم، 300 نفر بودیم، یارو 270-280 نفر کشته شد و شهید شد. سلامت در باب خدایی. پیگیر موضوع از طریق بیمارستان‌های سراوان شدیم. در چند وقت اخیر ما هیچ مورد مراجعه کننده به شکل حجیم و حالا از مرز بیارن تیر خورده باشه، تعداد بالا ما نداشتیم. سال‌هاست ایرانی و پاکستانی و افغانستانی در کنار یک دیگر در سیستان و بلوچستان بدون هیچ مشکلی زندگی می‌کنند. به احترامی زنما ندیدیم، با ما رفتارشون خوب بوده، همون رفتار که با ایرانی داشتن با ما هم داشتن. در تمام طول عمرم که من جز زندگی کردم 3 تا بچه مدرسی دارم، از 3 تاشون دارن درس میخونن بدون دغدغه. من خودم صافکارم، اینجا الان دارم کار صافکاری خودم انجام میدم. اینجا شکر خدا تحصیل کردیم، الان بچه‌مون هم تحصیل میکنن. شهروندان افغانستانی ساکن در جای جای کشورمان خاطرات خوبی از مهمان نوازی ایرانیان به خاطر دارند و تحت تاثیر دشمنان قرار نمیگیرند. رحمت الله دمرده، خبرگزاری صدا و سیما، سراوان. رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان تاکید کرد اقتصاد را باید از مسائل سیاسی و امنیتی مسئول بدانیم. آقای سیادت در نمایشگاه بین المللی صادرات کشورهای آسیای میانه و افغانستان با بیان این مطلب گفت ما باید با تکیه بر اشتراکات فرهنگی و تاریخی راه‌های سخت را هموار کنیم و به اهداف خود دست یابیم. آنطور که رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان گفته، مسائل اقتصادی باید در اولویت روابط دو کشور باشد، چرا که همه کشورها به دنبال رونق تولید و افزایش رفاه مردم خود هستند. تیم ملی والیبال افغانستان به جمع 4 تیم برتر رقابت‌های قهرمانی مرکز آسیا راه یافت. بازیکنان تیم ملی والیبال افغانستان امروز برای کسب مقام سومی رقابت‌های مرکز آسیا با تیم ملی ترکمنستان رقابت می‌کنند. تیم ملی والیبال افغانستان در بازی قبلی خود در این دور از رقابت‌ها با نتیجه 3-0 برابر مالدیو به پیروزی رسید. مسابقات قهرمانی والیبال مرکز آسیا به میزبانی ازبکستان با حضور 6 کشور از جمله تیم ملی افغانستان از هفته گذشته آغاز شده است. دور انتخابی فوتبال قهرمانی نوجوانان کمتر از 17 سال آسیا 2025 ادامه دارد. تیم ملی افغانستان در دومین بازی خود به مساف تیم ملی ماکاو رفت و بازی را با نتیجه پرگل 9-0 برد. این تیم همچنین قرار است در سومین بازی خود به مساف تیم ملی کامبوج برود. تیم‌های افغانستان و کامبوج با 6 امتیاز اول و دوم و تیم بنگلادش با 3 امتیاز در رتبه سوم قرار دارد. در این رقابت‌ها 44 تیم حضور یافتند که در 10 گروه 5 و 4 تیمی رقابت می‌کنند. رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا درباره اجاره واحدهای مسکونی به اتباع غیر مجاز خطاب به مشاوران املاک هشدار داد و گفت مشاوران املاک از اجاره دادن واحدهای مسکونی به اتباع خارجی غیر مجاز خودداری کنند. اولا تأکیدم بر اینه که تمامی مشاورین املاک به این موضوع دقت کنند و از دادن خانه های اجاره‌ای از 1 روز، 1 ساعت، 1 هفته گرفته تا ماهیانه و سالیانه پرهیز کنن. به ویژه اتباع خارج که میاد ماهانه یا ارزمش هفته‌ای داره اجاره میکنه، به این موضوع حتما دقت لازم رو داشته باشن. مطمئن باشین اگر گزارش برسه و پلیس به این نتیجه برسه، به این مدرکه واحد صنفی مشاور املاکی به این موضوع پرداخته و واحد مسکونی را در اختیار اتباع غیر مجاز داده، قطعا با اون واحد صنفی برابر قانون اعمال برخورد خواهد شد. اجرای طرح ساماندهی و بازگشت اتباع غیر مجاز در شهر قدس در اجرای این طرح از واحدهای صنفی و کارگاهی بازدید شد.
شهرستان شهر قدس، هشتمین مقصد برای اجرای طرح ساماندهی اتباع غیر مجاز. این حضور غیر قانونیشون باعث میشه که ما در سیاست گذاری خودمون با چالش های مواجه بشیم. در نتیجه یکی از سیاست های عمده‌ای که الان در دولت 14 هم از تأکیدات مؤکد وزیر محترم کشور و همچنین در استان تهران استاندار محترم هست، مبنا بر شناسایی اتباع غیر مجازی هستش که در استان تهران حضور دارن. کارفرمایانی که دارای نیروی کار اتباع غیر مجاز هستند جریمه خواهند شد. به محض رویت این افراد غیر مجاز، هم واحد صنفی و تولیدی و هم اتباع غیر مجاز به اداره کار جهت مراحل قانونی معرفی میشه. در راستای ماده 120 قانون کار که اشتغال به کار اتباع بیگانه فاقد پروانه کار رو غیر مجاز اعلام کرده و ضمانت اجرایی ماده 181 قانون کار، بازرسان کار ما میتونن در هر ساعت از شبانه روز به کارگاه های مشمول قانون کار مراجعه کنن و در صورت مشاهده اشتغال به کار تبعی که پروانه کار نداره با کارفرما برخورد کنن و اونا رو مجبور به پرداخت جریمه به ازای هر روز کار اون تبعه به میزان 5 روز دستمزد حداقل دستمزد داشته باشن. اتباع غیر مجاز بعد از شناسایی به اردوگاه های مراقبتی سطح استان تهران منتقل خواهند شد. گروه مصوبات شورای تامین استان تهران و همچنین قرارگاه تر و همچنین دستور وزیر محترم کشور و استاندار محترم تهران مبنی بر شناسایی و جمع‌آوری اتباع غیرمجاز از سطح شهرستان‌های استان تهران، امروز هشتمین طرح ضربتی جمع‌آوری اتباع غیرمجاز در شهرستان اقدام شد که با شناسایی اتباع غیرمجاز و تحویل اونها به اردوگاه مراقبتی جهت طرد به کشور خودشون اقدامات لازم به عمل اومد. در این طرح تعداد بازگشت اتباع غیر مجاز نسبت مشابه 6 ماه اول سال گذشته 4.5 برابر افزایش داشته است. امیرحسین خادمی، خبرگزاری صدا و سیما. برای رصد اخبار ما کنید. از توجه و همراهی شما سپاسگزارم. خدا نگهدار.